چندی پیش در همین کانال خبری منتشر کردیم در مورد یک گروه از نزدیکان سابق بیت علی خامنه ای که سال گذشته پس از جدا شدن از بدنه رژیم و پناهندگی در جمهوری چک اطلاعاتی از بیت او، مناسبات قدرت در این بیت و همچنین اختلافات عمیق درون رژیم افشا کردند. بعدها دیدیم که تمام اخباری که توسط این گروه افشا شده بود بسیار به واقعیت نزدیک بود. این گروه به تازگی اخباری جدید و مستند در مورد فساد برخی سران رژیم و اختلافات درونی در حلقه نزدیکان بیت خامنه ای نیز منتشر کرده اند که جنجال بسیاری به پا کرده است و بسیاری از خبرگزاری ها این جزئیات افشا شده را به نوعی یک افشاگری بی سابقه می دانند. چرا که این بار با جزئیات بسیار دقیق و مستند به این افشاگری ها پرداخته شده است و اصل اسناد ارائه شده است. گفتنی است که مرحوم روح الله اعظم که اطلاعاتی راجع به فساد مالی لاریجانی ها و جاسوسی آنها ارائه کرده بود، به دلیل اسناد کم تعدادی که ارائه کرد تا حدودی مورد انتقاد عموم قرار گرفت. اما حال جزئیاتی که منتشر شده به نوعی گویای صحت افشاگری های او است و همچنین جزئیاتی بیشتر در این مورد. این اسناد شامل چندین بخش است. بخش اول، افشای بی سابقه دارایی های عبدالله رنجبر پسرعمه لاریجانی در ترکیه و دبی است که احتمالاً برای پوشش دارایی خود لاریجانی هاست و بخش دیگر در مورد اختلافات جدید در بیت علی خامنه ای و بخش دیگر نیز در مورد برخی مناسبات و جدال های جدید سران رژیم برای تصاحب قدرت است. مجموعه این اسناد از اوضاع بسیار ناخوشایند رژیم جمهوری اسلامی خبر می دهد. اوضاعی که این رژیم را در معرض یک فروپاشی درونی قرار داده است. برای آگاهی از جزئیات این اسناد، شما عزیزان را به همراهی با ادامه این برنامه دعوت می کنیم. همراهان گرامی، قبل از ادامه برنامه جا دارد که به اطلاع برسانیم که از آنجایی که ما با منابع این خبر هیچ ارتباط مستقیم نداریم، نمیتوانیم مستقلاً صحت کامل این اظهارات را بیان کنیم. اما برای اطمینان شما تمام اخبار را با ارجاع به پایگاه هایی که این افشاگری ها را مطرح کرده اند منعکس خواهیم کرد. همه میدانیم و اگر پیگیر اخبار باشیم، دیده ایم که اپوزیسیون بازی به شیوه و روش این روزهای اصولگرایانی بدل شده است که می دانند در یک رقابت تنگاتنگ درون گروهی مجبور هستند از هر راهی استفاده کنند تا از شرایط پیش آمده نهایت استفاده و بهره را ببرند و شاید قدرت مطلق را با توجه به مشکلاتی که برای بیت علی خامنه‌ای به وجود آمده تصاحب کنند. همسو با کلید خوردن پایان عصر برادران لاریجانی در جریان اصولگرایی، تخریب و حملات به آنها از هر سو شدت گرفته است و این ماجرا ادامه دارد. کلید این ماجرا را البته چندین سال قبل محمود احمدی نژاد زد. او کلید واژه مبهم و کلی اصحاب قدرت و ثروت را به کار برد. سپس روح الله اعظم به افشای اسنادی از جاسوس بودن آملی لاریجانی و حساب‌های بانکی او پرداخت و حالا با بالا گرفتن جنگ قدرت، منابع خبری درون حلقه نزدیکان رژیم جمهوری اسلامی در حال ادامه دادن این ماجرا هستند و اسنادی از فساد خانواده‌های مختلف درون رژیم در حال انتشار است. اگر این اتفاق‌ها را در کنار خبر آماده شدن علی لاریجانی برای انتخابات 1400 قرار دهیم، متوجه می شویم که به زودی باند لاریجانی ها هم اسنادی از آن مخزن اسرارشان به قول خودشان رو خواهند کرد. آن هم در حالی که همزمان در شبکه های اجتماعی نیز اسناد دیگری درباره پرونده نزدیکان و خویشاوندان آملی لاریجانی در حال انتشار است. حالا حتی عزت الله زرقامی نیز شروع به افشاگری در مورد لاریجانی ها کرده است که این با توجه به اینکه هر دوی این افراد از جبهه به اصطلاح اصولگرایی هستند، امر عجیب و غیر متعارفی است.
زرقامی به تازگی در گفتگو با مهدی نصیری، مدیر مسئول و سردبیر سابق کیهان، درباره ماجرای حمایت آملی لاریجانی از اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضاییه که در دادگاه به جرم رشوه‌گیری به 31 سال حبس محکوم شد، گفته است که وقتی آقای آملی با همه وجود از آقای طبری حمایت می‌کند و خود او شخصاً از دفترش اطلاعیه صادر می‌کند و تمام قد او را بری می‌کند، هر چی که راجع به او گفتند را باید تأمل کرد. زرقامی گفته که به نظر من آن نامه یک سند تاریخی است برای اثبات اصحاب قدرت و ثروت و آن یک سند تاریخی است که در آینده از آن بیشتر خواهیم شنید. به گزارش پایگاه تحلیلی نگام، زرقامی درباره آملی لاریجانی که همکنون رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست گفته که چطور می شود آدمی رئیس قوه قضاییه باشد، الان هم چنین جایگاهی داشته باشد و پس از اینکه به فردی اتهاماتی وارد شده جلوی بررسی آن را بگیرد. اما وقتی تمام قد شما هم دفاع کردید و گفتید همه را بررسی کردیم و هیچ اشکالی به این وارد نیست و دو روز بعد معلوم شد، پس نشان می دهد که آن صحابه قدرت و ثروت خوب خودشان را بستند. زرقامی گفته این الان در کشور هست و فقط بحث آقای طبری و لاریجانی نیست. زرقامی که خود منصوب خامنه ای در ریاست سابق صدا و سیمای رژیم بود، گفت خطر بزرگ امروز اصحاب قدرت و ثروت است و در سالهای اخیر این دو جریان همدیگر را به خوبی پیدا کردند. لاریجانی ها و اکبر طبری فقط یک نمونه بارز از آن است. البته عزت الله زرقامی نگفته است که اگر باند ثروت و قدرت و فساد لاریجانی ها هستند، چگونه آنها هنوز منصوب شخص اول رژیم یعنی علی خامنه ای هستند. آملی لاریجانی همکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، جایی که تمامی قوانین باید از تایید آنها بگذرد. در همین حال سبا آذرپیک خبرنگار گفته که بازرسی بیت خامنه ای تنها نهادی است که مجوز یافته به پرونده لاریجانی ها ورود کند و پروژه این نهاد اکنون پرونده پسر عمه لاریجانی ها است. گفتنی است که در این راستا و با افشای بی سابقه دارایی های عبدالله رنجبر، پسر عمه لاریجانی ها در ترکیه و دبی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که لاریجانی ها از او برای پوشش دارایی هایشان و فرار از اتهامات استفاده کردند، اگرچه که این تحلیل هنوز اثبات نشده است و اسنادی که اکنون رو شده است در مطابقت با افشاگری هایی از روح الله زم است. در اسناد جدید نشان داده شده که عبدالله رنجبر بدهکار بزرگ بانکی که نه تنها در بانک سرمایه بلکه در بانک های دیگر هم بدهکار بزرگ است، به صورت قانونی از ایران فرار کرده است. آنچه در ادامه می آید به گزارش سبا آذرپیک، تنها یک حساب بانکی او در بانک زراعت ترکیه و سند 3 ملک تجاری وی در بهترین منطقه تجاری دبی است. اما چطور عبدالله رنجبر بدهکار بزرگ بانک سرمایه، کلاهبرداری که به نوشته پایگاه نگام سر تعاونی ناجا هم کلاه گذاشته، در هیچ یک از پرونده هایش حتی یک بار هم احضار نمی شود و به راحتی از کشور خارج می شود؟ این اسناد برای اولین بار منتشر می شود. حال با انتشار رسمی این اسناد حجمه ای شکل گرفته که مگر مرحوم روح الله زم همینها را نمی گفت؟ و فعالان سیاسی صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس سابق دستگاه قضایی و ابراهیم رئیسی را به عنوان کسی که مظلومانه جان روح الله زم را گرفت مسئول این ماجرا دانستند. لیست اسنادی که به تازگی منتشر شده به شرح زیر است که با یک جستجوی ساده در اینترنت هم می توانید اصل آنها را مشاهده کنید. تصویر برخی از این اسناد همچنین در حال نمایش داده شدن است. سند اول لیست موجودی حساب بانکی عبدالله رنجبر در بانک زراعت ترکیه و تصویر یک گردش مالی چند میلیون لیری در حساب رنجبر در ترکیه. جزئیات اسناد 3 ملک تجاری در برج المناره دبی در منطقه بیزنس بی که هر 3 ملک در سال 2014 و 2015 خریداری شدند. مورد دیگر
ملک اداری اول که 210 متر در طبقه 29 برج المناره دبی به قیمت 1,584,000 درهم به نام عبدالله رنجبر به تاریخ تنظیم سند 6 مارس 2014. ملک اداری دوم در همان برج المناره دبی در همان طبقه 29 با متراژ 123 متر مربع به قیمت 1,000,000 درهم به نام عبدالله رنجبر و تاریخ سند نیز همان روز. و ملک اداری سوم به متراژ 76 متر باز هم در برج المناره دبی در طبقه 14 و به قیمت 1,100,000 درهم به نام عبدالله رنجبر و در تاریخ ثبت 10 سپتامبر. این سری اولین اسنادی است که از دارایی های عبدالله رنجبر منتشر می شود. منتشر کننده این اسناد می گوید که چطور عبدالله رنجبر به عنوان بدهکار بزرگ بانک سرمایه حتی یک بار هم توسط بازپرس پرونده بانک سرمایه احضار نمی شود. چطور او به راحتی از ایران خارج می شود و چطور تا امروز درخواست برگشت او به اینترپل داده نشده است. این اسناد املاک یک فرد فاسد عادی نیست. اسناد تنها 4 سری از اموال پسر عمه لاریجانی های معروف است. فعالان سیاسی در این مورد گفتند که آملی لاریجانی، مگر شما رئیس قوه قضاییه نبودید؟ اگر شما ربطی به این اموال ندارید، چرا عبدالله رنجبر حتی یک بار هم در زمان شما به دادسرا احضار نشده است و چرا اکنون کسی به دنبال او نیست؟ اما هم شما رئیس قوه قضاییه بودید و هم رنجبر نه تنها به عنوان بدهکار بانک سرمایه احضار نشد، بلکه در پرونده بزرگ کلاهبرداری تعاونی ناجا هم بازپرس مدعی شده که نتوانسته حتی برای یک بار او را احضار کند. مسئله وقتی جالب تر می شود که بدانیم وکیل رنجبر فردی به نام مقیسه است. مقیسه که نسبت خانوادگی خاصی با همان قاضی که می شناسید دارد، از روی تصادف مشاور حقوقی بانک سرمایه نیز هست. حال چطور رنجبر حتی احضار نمی شود و قانونی از کشور خارج می شود، اما در قوه قضایی صادق لاریجانی تمام پرونده بانک سرمایه با نمایش ادارت خواهی و مبارزه با فساد نه تنها منتهی به بازداشت فردی مانند رنجبر نمی شود، بلکه تنها فردی مانند محمد امامی بازداشت می شود که اتهامش اختلاس 50 میلیاردی بوده، نه بدهکاری 8000 میلیاردی آنها که می دانید. و همین آقای مقیسه وکیل به بانک سرمایه مشورت می دهد که مبادا با امامی بر سر تسویه حساب بدهی ها صلح کنید. گویا بانک سرمایه برای نجات خاندان شاهرودی و لاریجانی و سایر نزدیکان حلقه قدرت نیاز به یک قربانی دست پایین داشته است. اما اینها همه افشاگری هایی نیست که صحت برخی اخبار آمد نیوز و روح الله زم را تایید می کند. در همین حال به تازگی محمد ارسلانی افشا کرده است که در بیت علی خامنه‌ای نیز قوقایی بر سر قدرت برپاست. به گفته اکبر گنجی برادر زن مجتبی خامنه‌ای که گفته آقا مجتبی از نظر سیاسی کاملا مثل رهبری فکر می‌کنند و خارج فقه را خیلی پیچیده‌تر از همه فقها و مراجع تقلید درس می‌دهند و در این کار موفق هستند. فریدالدین حداد عادل فرزند غلام علی حداد عادل و برادر زن مجتبی خامنه‌ای گفته که خیلی دید سیاسی او به ما نزدیک است، چون که آقا مجتبی نگاه و بینشش کاملا با رهبری و انقلاب همگونه و همسو است و ما از این حیث احساس آسودگی خاطر و اطمینان 100% داریم. هر جا تکلیف باشد و دستور رهبری، ایشان به وظیفه خود عمل می کند. ایشان به این شکل فعالیت سیاسی ندارند و بیشتر درس می خوانند و خارج فقه تدریس می کنند و در کار خود نیز موفق هستند و خیلی پیچیده تر از دروس متداول درس خارج را ارائه می کنند. این اظهارات چرا باید اکنون مطرح شود؟ این اظهارات در حالی مطرح می شود که گفته می شود در بیت خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای اکنون کنترل قسمت بزرگی از جریانات بیت علی خامنه‌ای را در دست گرفته است. محمد ارسلانی در این حال افشا کرده که چنین بحثی
قسمتی از جنگ قدرت میان فرزندان خامنه ایست. این جنگ قدرت تا آنجا پیش رفته که به گفته این خبرنگار حتی علی خامنه ای هم به دلیل دخالت های کنترل نشده مجتبی خامنه ای قصد حذف او از بیت را دارد و بنا دارد امورات را به مصطفی خامنه ای فرزند بزرگترش بسپارد. او گفته که به نظر می رسد حاکمیت دارد دست به یک خانه تکانی بزرگ می زند. خامنه ای برای فرار از بزیر کشانده شدن توسط اطرافیان خود و برای نجات خلافتش که در طول 30 و چند سال گذشته به مدد ظلم به تعداد بسیار زیادی از بیگناهان در سراسر جهان تبدیل به یک خلافت قدرت و پول شده، چاره ای جز قربانی کردن برخی شرکایش ندارد. او گفته که حسین طائب روزی به عنوان بازوی راست حاکمیت وظیفه قلع و قمع مخالفان خلافت ننگین علی خامنه ای را بر عهده داشت و از هیچ ظلم و ستمی به واسطه عوامل شیطانی خود در ایران و جهان دریغ نکرد. اما اکنون ستاره اقبال حسین طائب نیز رو به خاموشی می رود و حسین طائب باید قربانی شود تا علی خامنه ای دست‌های آلوده خود را پاک و تمیز نشان دهد. لذا اگر در روزهای آینده خبر عزل حسین طائب را شنیدید، زیاد تعجب نکنید. اسنادی مرتبط با این اخبار نیز در پایگاه نگاه منتشر شده است که می توانید به آنها مراجعه کنید. این برنامه قسمت اول از اسناد منتشر شده جدید بود. در برنامه آینده به اسنادی با جزئیات بیشتر که نام بسیاری از سران رژیم در آنها مطرح است خواهیم پرداخت. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.